درود به شما جناب چالنگی گرامی و سپاس از وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و بسیار مفتخرم که در این برنامه در خدمت شما هستم. درود به شما، به شنوندگان و بینندگان شما، همکاران نازنین شما، آقای امیر و بقیه همکاران در رادیو پیام اسرائیل، و خیلی خوشحال و سرفراز هستم از این طریق با بینندگان و شنوندگان شما در سراسر جهان در ارتباط هستم. جناب چالنگی، پرسش اولم در پیوند با رابطه میان اعراب و اسرائیل هست، از گذشته تا به امروز و البته نقش ایران در دوران حکومت پادشاهی و 41 سالی که از عمر رژیم اسلامی میگذره، که اگر امکان داره ارزیابی خودتون رو از روابط میان اعراب و اسرائیل از گذشته تا به امروز بفرمایید. به امکانش که هست، منتها وقت زیادی میخواد فرزام عزیز، چون رابطه اعراب و اسرائیل خوب رابطه بسیار طولانی است. رابطه ایش برمیگرده به در قرن بیستم اگه بخوایم بررسی کنیم، قبل از اون و سالیان و قرنها پیش از اون، همینطور رابطه ایران و ایرانیان و ملت یهود و کشور اسرائیل باز هم در طول تاریخ، چه در تاریخ معاصر چه در تاریخ باستان، چه روابطی داشتن. خب اما به طور خلاصه که برداشت من از فرمایش شما این هستش که نگاه گذرا اگه بخوایم داشته باشیم، روابطی است که دوچار اوج و حضیض‌های بسیار زیادی بوده. به هر حال روابطی هست که در طول تاریخ، تاریخ دستکم معاصر، زمینه‌ساز یا به وجود آورنده چندین جنگ عمده بین اعراب و اسرائیل بوده، بر سر مسئله فلسطین، بر سر قلمرو اسرائیل، بر سر به اصطلاح باز تأسیس شدن اگر بشه عنوان داد، یا بازگشت ملت یهود به سرزمین خودشون، سرزمین باستانی خودشون، و مشکلاتی که در میون هر دو ملت به وجود بود، چه اعراب چه اسرائیل. به هر حال اون چی که هست، این مسئله به طور قاطع، ریشه‌ای و به طور جامع و شامل حل نشد و این مسئله فرصت یافت. مسئله‌ای که بیشتر مسئله سرزمینی بود، بیشتر دستکم در قرن بیستم، چون می‌گیم در دوره باستان منطقه خاورمیانه بارها مورد هجوم اقوام ملت‌های بیرون از منطقه بودن، چه رومی‌ها، چه یونانی‌ها، چه ملت‌های دیگه‌ای که آمدن در اون منطقه. ولی به مرور وقتی رسیدیم ما به قرن بیستم، مسئله عمده موند بین ملت‌هایی که در این منطقه دارای به حق تاریخی هستن، چه ملت یهود، اسرائیل و کشور اسرائیل، و چه اعراب و فلسطینی‌ها. به هر حال این مسئله قبل از اینکه فرصت پیدا کنه، به خصوص در قرن بیستم، از طریق راه‌حل‌های متداول برای حل مسائل قلمرو کشورها یا ملت‌ها، تبدیل به یک مسئله و موضوع سیاسی شد. و وقتی یک موضوعی تبدیل میشه به یک مسئله و موضوع سیاسی، این امکان رو هم با خودش به وجود میاره که دیگران رو هم وارد این عرصه بکنه و بهره برداری های سیاسی بکنه. این بهره برداری های سیاسی همچنان تا به امروز ادامه داره، چه از طرف دولت های عرب، چه از برخی از دولت های اسرائیل باز هم مورد بهره برداری های سیاسی قرار گرفت، و دولت های دیگه اسرائیل هستن که دور از چنین بهره برداری های سیاسی میشن. من مثال میزنم دولت آقای رابین، حتی دولت باراک و دولت‌های دیگه، اولمرت حتی، که به دنبال راه حل مسئله بودن، حل کردن مسئله بودن. و در طرف دیگه وقتی که مسئله کاملا واگذار شد به خود فلسطینی‌ها، باز هم بودن تمایلاتی وجود داشت که این مسئله به نحوی حل بشه و قلمروی هر دو ملت بر اساس دو کشور مستقل در کنار هم، در دوستی و محبت و ارتباط، به اصطلاح بر این زمینه به اصطلاح به پیش بریم و مسئله رو حل کنیم. ولی چنین نشد. چرا؟ برای اینکه باز
گفتم مسئله وقتی سیاسی موند از یه جایی بیرون خواهد زد، مورد بهره‌برداری دیگران قرار خواهد گرفت. نگاه کنیم به این که تا پیش از 11 سپتامبر، پیش از 11 سپتامبر مسئله فلسطین مسئله شد در دست سیاست منطقه‌ای و سیاست خارجی بسیاری از کشورهای عرب، از جمله عربستان، و یک مسئله سرزمینی رو تبدیل به یک مسئله ایدئولوژیک و یک مسئله مذهبی کردن، و این خب او به راه حلی نمی رفت. اما بعد از 11 سپتامبر و توجه آمریکا و جهان آزاد به ویژه آمریکا به نقشی که به هر حال تروریست های 11 سپتامبر متولدین عربستان بودن، عربستان سعودی هم به نحوی از مسئله فلسطین و مسئله فلسطین و اسرائیل فاصله گرفت، و این باز فرصتی به وجود آورد. همزمان پیش از اون تلاش هایی بود، فرصتی برای حکومت ایران به وجود آورد، فرصتی شد در دست حکومت ایران با حمایت از گروه هایی که به هر حال از طرف آمریکا و جاهای دیگه، برخی از کشورهای اروپایی و اسرائیل به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشن، مثل حماس، جهاد اسلامی و بقیه، همونطور که حزب الله. و این باز مسئله رو بغرنج و بغرنج تر کرد. حال اینکه وقتی به ایران توجه میکنیم، پیش از انقلاب درست که ایران روابط بسیار خوبی با بسیاری از کشورهای عرب داشت، کشورهای عرب منطقه، و روابط خوبی با اسرائیل داشت، مشوق عراق بود برای رسیدن به یک صلح و حل مسئله فلسطین. در اواخر حتی ما میبینیم که روابط ایران و مصر، کشور عمده عرب، روابطی هست تشویق کننده برای صلح با اسرائیل. سفر انور سادات به اسرائیل، در کنیست اسرائیل سخن گفتن و پیامدهای اون، پیمان کمپ دیوید و همه اینها میره که منطقه رو به سوی آرامش و صلح ببره. دو قربانی بزرگی چون این تلاش برای صلح، همیشه جنگ نیست که قربانی میده، صلح هم، یکی انور سادات و دیگری اسحاق رابین هستن که به هر حال قربانیان سرشناس صلح هستن. در باز با انقلاب ایران میبینیم که تمام تلاش های صلح تقریبا از بین میره و باز ما وارد یک تونل تاریکی میشیم که امروز روز شاهدش هستیم، که البته دیگه مسئله عمده برای منطقه نیست، واگذار شده عملا به خود فلسطینی ها برای حل این مسئله و به خود اسرائیل و فلسطینی ها، که میبینیم در این طرف قضیه دو طرف وجود داره، یکی محمود عباس در رام الله، یکی هم حماس و دار و دسته حماس در غزه. خب صلح معمولا در چنین مواردی دو طرف داره و نه سه طرف، و چنین وضعیتی خب امکان به وجود میاره که تندروانی مانند بنیامین نتانیاهو با تمام مخالفت هایی که در خود اسرائیل با اون میشه، باز هم در رأس قدرت بمونه و در اون طرف هم چون این وضعیتی و میبینیم باز همچنان در بنبست هست. اشاره فرمودید به رابطه میان ایران و اسرائیل در دوران حکومت پادشاهی و پیش از انقلاب 57. بسیار این انتقاد رو مطرح میکنم که در اون دوران هم آنچنان که باید به رابطه میان ایران و اسرائیل پرداخته نشد. از دیدگاه شما این امر چقدر درست هست و چه اقداماتی صورت گرفت در حکومت پادشاهی برای نزدیکی بیشتر میان ایران و اسرائیل؟ دوران گذشته پیش از انقلاب اسرائیل عملا یک دارای سفارتخونه در ایران بود، سفارتخونه‌ای که حالا دو فکتو بود و یا به شکل ویژه دیپلماتیک بود که واگذار شد به دفتر نمایندگی فلسطینی ها شد. روابط این نکته رو ما باید توجه بکنیم که ایران وضعیت خاصی داره. ایران مسئلهش، مسئله فلسطین، یک مسئله اقلیمی سرزمینی است و نه ایدئولوژیک. ایران در طول تاریخ درگیری ویژه‌ای با ملت یهود نداشت، که در طول تاریخ خودش گفتن نداره. کوروش هخامنشی
از حامیان سرشناس ملت یهود. بنابراین از یک طرف به عنوان یک کشوری که روابط دوستانه با عرب داره، با کشورهای عرب داره، و از طرف دیگه در زیر فشار روحانیون داخل خود ایران هست، و از طرف دیگه زیر فشار روشنفکران چپ و راست ایران هست، داخل ایران هست، اقدام به شناسایی اسرائیل، اقدام به برگزاری روابط دیپلماتیک با گشایش سفارت اسرائیل در خیابون، اگر اشتباه نکنم کاخ تهران، همه این فشارها هست، اما ایران چنین اقدامی رو انجام میده. همون گونه که در کشورهایی مثل مراکش تازه در سطح کمتری، یا در کشورهایی که باز میبینیم مثل کشورهای عرب امروزی که با احتیاط بسیار زیاد روابط بازرگانی خیلی رو به گسترشی داشتن تا چند پیش که در حال بحث دیگری است. در حال ایران روابط ولی رو به گسترشی با اسرائیل داشت، شاید بشه گفتش که در آغاز کار بودن، کارشناسانی از اسرائیل در ایران بود و اساسا یکی از هدفهای انتقادی که وجود داشت از طرف مخالفین مارکسیست و کمونیست نظام پیشین و چه از زبان یا موزه روحانیون شیعه در تهران، این انتقادها بخش بزرگیش به خاطر روابط با اسرائیل و دوستی با اسرائیل. انتقادها بر نظام پیش از انقلاب به جای خود ممکنه وجود داشته باشه که هست، بر هر نظامی هست، اما در این زمینه فراموش نکنیم همونطور که در داخل ایران سیاست خارجی ایران، سیاست منطقه ایران به دنبال جنگ نبود و جنگ افروزی، به دنبال ایجاد دوستی بود. من سخنگوی دولت پیشین یا دارای نقشی در اون حکومت نیستم، ولی نبود و نیستم، اما واقع بینانه وقتی نگاه کنیم سیاستی که ایران در قبال اسرائیل و نیز در قبال مسئله فلسطین به اصطلاح در پیش گرفته بود، سیاست واقع بینانه و ممکنی بود، حتی المقدوری بود که میشد پیش گرفت به سوی حل مسئله اعراب و اسرائیل و به ویژه حل مسئله فلسطین و اسرائیل. در واقع من وقتی میگم اعراب و اسرائیل، این نکته قابل تأمل هست که ما باید بشکافیم واقعا اعراب با اسرائیل چه مسئله داشته، آیا عربستان سعودی مسئلهش با اسرائیل همون مسئله است که فلسطینی ها مثلا داشتن، یا مسئله سیاسی بود و هست؟ آیا کویت، این کشورهای تازه تأسیس بعد از جنگ جهانی اول، چه مسئله میتونست با اسرائیل داشته باشه؟ همون مسئله بود که فلسطینی ها داشتن. ایران یک کشور دیرینه در منطقه، به اتفاق مصر دو کشوری که صاحب پیشینه شناسنامه تاریخ چند هزار ساله هستند و دارای روابط چند هزار ساله با ملت یهود هستند و به هر حال به خواستار جنگ، به همون اندازه مشکلاتی که برای انور سادات به وجود اومد، خب دیدیم جان بر سر این قضیه گذاشت و حتی اعراب رو تحریم کردن در چنین فضایی که نخ تسبیحی به عنوان دین سیاست از درون سیاست کشورهای منطقه در ارتباط با اسرائیل میگذره، باید در این زمینه نگاه کرد به عملکرد حکومت ها هم از مصر، عربستان، کویت، عراق، ایران و بقیه. میبینیم در این زمینه ایران بسیار بسیار پیشتر از بقیه عمل کرده، سیاست درهای و سیاست دوستی، رفت آمد ها و بسیاری از موضوعات. شما در صحبتاتون اشاره کردید به حملات تروریستی 11 سپتامبر و اینکه این عاملی شد برای اینکه عربستان سعودی از مناقشه اسرائیل و فلسطین دوری بکنه و همین عامل باعث شد که جمهوری اسلامی دست بازتری رو در این رابطه پیدا بکنه. اما رابطه میان رژیم اسلامی به ویژه خمینی و اطرافیانش با گروه های فلسطینی برمیگرده حتی به قبل از انقلاب 57 و بعد از به قدرت رسیدن خمینی، اولین شخصی که به ایران سفر میکنه یاسر عرفات است.
این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ و البته خمینی بود که ابتدا اسرائیل رو غده سرطانی نامید که باید از میان برداشته بشه. ببینید دو تا مسئله، اونی که من اشاره کردم اگر منظورتون درست متوجه شده باشم این هستش که عربستان بله بعد از 11 سپتامبر تا قبل از اون میبینیم همچنان از حامیان نخست فلسطینی ها هست و سازمان فتح به خصوص، اما بعد از 11 سپتامبر و درگیری هایی که پیش میاد انگشت اتهامی که متوجه دولت عربستان میشه. خب واقعیت این هست، یادمون نره که آخرین تلاش هایی که کلینتون کرد برای مسئله حل مسئله فلسطین که بیش از 10 بار یاسر عرفات در اینجا در کاخ سفید وارد کاخ سفید شد، معروف است، با اهود بارک نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر وقت اسرائیل وارد کاخ سفید می شدن، حتی مشهور است که کلینتون به عرفات گفته که شما بیش از هر رئیس جمهور و رئیس دولت خارجی دارید وارد کاخ سفید می شید و امیدواریم این بار بتونیم این مسئله رو حل کنیم. آقای عرفات به هر حال اون راه حل و پذیرفت، ولی مشروط کرد به چی؟ به مشورت با دوستان که منظور مصر و عربستان بود. به طور سنتی پس از اون وارد قاهره شد، در زمان وزارت خارجه موسا مذاکراتی هم که شد باز تأیید کرد تا اندازه، ولی بعد از اون تا رسیدن به عمان اردن و رفتن به رام الله عربستان اعلام کرد بله این پیشنهادی که داده شده بود راه حل بسیار خوبی هم بود، داده شده خوبه ولی کافی نیست، بنابراین در عمان که رسید آقای عرفات این پیشنهاد به کلی رد کرد، چون این بود مشکلاتی آغاز شد که معروف هست گفته میشه به هر حال که بعد از اون روابط اردن که تیره شد با عرفات و بعد همینطور مصر مشکلات پیش اومد. ببین اون مسئله عربستان بعد همین سیاست رو پیش میبره، چون دستمایه‌ای بود مسئله فلسطین در بسیاری از کشورهای عرب برای زنده نگه داشتن جو سیاسی بر محور مسئله فلسطین. حالا این چه امکاناتی میداد به اونها برای مسائل داخلی خودشون پوشش بدن یا ندن، اینا بحث‌های دیگری است. اما در مورد ایران بله اتفاقی که میفته اون نگاه تندروی مذهبی رو به ملت یهود به کرسی میشونه انقلاب ایران با همراهی چپ ایران که ضدیت با امپریالیسم و امپرسیونیسم و همه اینا درش هست، که البته امپرسیونیسم یک مکتب نقاشی است، برای میان چون شنیده شده من از برخی از دوستان چپ در اوائل این لغت برایشون از ملایم میبخشید که این امپریالیسم مشکل بود امپرسیونیسم تلفظ میکن، به این طنز من بارها در تفسیر خبر اشاره کردم. برگردیم به این موضوع این که این نگاه در دیگه در کرسی حکومتی هست که پیشتر روابط دوستانه داشت با اسرائیل، رو به گشایش کامل با اسرائیل، و این نگاه وقتی اونجا میشینه به هر حال صاحب توانایی های ایران بوده یا به ارث بوده یا به دستش رسیده، اینه که خب طبعا اگر در اون موقع علنی یا پنهان دولت مردان اسرائیلی به ایران رفت آمد داشتن این درها بسته میشه و در به روی یاسر عرفات قهرمان دوره قهرمان اعراب گشوده میشه، یاسر عرفاتی که بارها کمک کرده بود و بسیاری از دولت مردان کنونی یعنی انقلابی در اون سال در اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان و جاهای دیگه دوره آموزش دیده بود، از آقای چمران گرفته که وزیر دفاع میشه قبلا و بسیاری دیگه از خود صادق قدزاده که در دوره وزارت خارجه جمهور انقلاب رو داشته و همینطور ابراهیم یزدی که دیدارهایی داشته و کسانی که اطراف آقای خامنه‌ای بودن خمینی بود. بنابراین اینها در رو باز میکنن و میان و روابطی ساخته میشه و این روابط چنان پیش میره که سفارت اسرائیل واگذار به فتح میشه و بعدها با فتح به هم میزنن به خاطر ادامه مذاکرات یا از سرگیری یا انجام مذاکرات، و بعدا هم به جایی میرسه که امروز هست. امروز روز دیگه حکومت ایران از تندروترین گروه های فلسطینی عملا حمایت میکنه و حتی روابط
خوشی با محمود عباس و کسانی که خواستار صلح هستند به نحوی حالا عملکردشون ممکن از نظر اسرائیل مورد انتقاد باشه، همونطور که عملکرد دولت نتانیاهو مورد انتقاده چه در داخل اسرائیل چه خارج اسرائیل. ولی حکومت ایران که روابطش با گروه های فلسطینی گروه هایی است که به تروریسم مشغولن و حمایت از حزب الله که یک سازمان تروریستی شناخته میشه به این شکل در اومده، روابطی که با استقبال از عرفات آغاز شد اما الان رسیده رمضان شلح و بقیه. جناب چالنگی، دوستی میان ملت یهود و ملت ایران سابقه دیرینه ای داره. از دیدگاه شما نبود رابطه در طول 41 سال گذشته، چه رابطه اقتصادی، دیپلماتیک و فرهنگی، چه ضرر و زیانی برای دو کشور داشته و به ویژه برای ملت ایران چه زیانهایی رو به بار آورده؟ ضررهای زیاد ایران از ایران بعد از انقلاب، اونچه که در ایران به قدرت رسیده، من اینجا هم باز بازگو کنم که اونچه که در ایران حکومت میکنه و به قدرت رسیده حکومت نیست، نظام نیست، یک ساختار متعارف نظام رو نداره. من با محتواش کار ندارم. شما به هر حال یک خونه که میسازید، همه خونه ها در یک چیزایی مشترک هستن، در دارن، پنجره دارن، حالا یکی پنجره های بسیار لوکس داره، یکی درهای بسیار گران قیمت داره، به هر حال هر خونه ای آشپزخونه داره، همه یک چیز مشترکی داره هر ساختار ساختمانی. حکومت ها و نظام ها هم همین هست، محتوای اون ممکنه همونطور تفاوت قیمت هست و لوکس بودن خونه هست و هر چه که هست، محتواش فرق میکنه. شما به هر حال در جمهوری کره هم یک جور جمهوری اون تا دیکتاتوری، در آمریکا هم جمهوری جمهوری آزاد هست، در اسرائیل یک نظام جمهوری هست که قدرت سیاسی در دست نخست وزیر هست و یک نظام دموکراتیک، همه اینها هست. ببینید در ایران همچین نظامی نیست، یک تشکیلاتی هست که یک سرش به صندوق‌های رأی جنتی مربوط میشه، یک سرش به آسمان هفتم، در برابر هیچ کس پاسخگو نیست، ولی فرق. خب ببینید اینها روحانیت شیعه کارش حکومت کردن نبوده، در تاریخ اسلام ما چون این سیستم و شیوهی نداشتیم. ضررهای بسیار زدیم، نه تنها در ارتباط با اسرائیل، نه تنها در داد و دهشی که با اسرائیل ما میتونستیم داشته باشیم به عنوان یک کشور دوست، بلکه با کشورهای دیگه مثل آمریکا، بلکه حتی با روابط دوستانه و همسایگان عرب خودمون. سود و منفعت و ایران و همه منطقه، هم از عرب و اسرائیل و ایران در کل و ترکیه نیست، در دوستی است. این نظام بالاخره هر اسمی بهش بدید، ایران رو محروم کرد از بهره‌مندی روابط دوستانه و کشورهای مختلف. عملیات تروریستی که ایران کرد، دفتر فرهنگی اسرائیل رو در آرژانتین منفجر کردن به اقدامات تروریستی دیگه. و من وقتی صحبت اسرائیل پیش میاد و ملت یهود و ایرانیان یهودی، امکان نداره به یاد کسانی مانند الغانیان نیفتیم. ایرانی یهودی که در ساختن ایران بخشی که بر اون بود نقش داشتن، اعدام کردن. و این در سیاست خارجی هم هست. سیاست خارجی انقلابی اسلامی حکومت ایران سیاست دشمنی است. دشمنی، یک دشمنی کور تعریف ناشده‌ای که برای حتی هواداران خودش هم در مراحلی روشن نیست. و ما خیلی امتیازات رو از دست دادیم با از دست دادن دوستی با اسرائیل، دوستی با کشورهای آزاد، دوستی با همسایگان خودمون. و این لطمات به هر حال شاید بشه در آینده جبران کرد، اما نتیجه همین سیاست ها هست که ما این حکومت ایرانی رو تحلیل میگیره در اون بس که اگر بخوایم معیار رو اقتصادی بدونیم، با دلار 7 تومن تحویل میگیره و دلار الان
نمیدونم مرز حدود 15,000 تومان هست و این خیلی موضوعات رو به ما میگه. راهی برای ایران وجود نداره؟ اگر به دنبال سازندگی هست پس از این نظام، روابط دوستانه، بهره‌مندی از آنچه که اسرائیل از نظر تکنولوژی داره، آنچه که دنیای آزاد داره، آنچه که ما میتونیم با کشورهای همسایه خودمون در جهت برقراری منطقه آزاد و بدون دشمنی، بدون اقدامات واقعا ضد انسانی و ضد هر نوع اعتقاد مذهبی، خداوندی که این هستی را آفریده و این انسان را آفریده، به خود بمب بستن و رفتن و کشتن اونها و اعتقاد داشته باشیم که این کار کار پسندیده است و خداوند عالم میپسنده، خب این مشکل بسیار عظیمی است. این تعلیمات، این تربیت و این آموزش که بخش بزرگیش به عهده جمهوری اسلامی هست، جز زیان برای ایران و منطقه هیچ نداشت. اشاره فرمودید به ایران پس از رژیم اسلامی، اما 41 سال از عمر این رژیم میگذره. خرداد 76 که به اصطلاح اصلاحاتی قرار بود صورت بگیره در ساختار این حکومت به رهبری محمد خاتمی، و امروز مردم ایران شعار میدن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. از دیدگاه شما مردم ایران امروز چقدر آمادگی دارند که از این رژیم و از کلیتش عبور بکنن، و اینکه چقدر زمان طول میکشه که ما شاهد اون روز باشیم که این رژیم به پایین کشیده شده و مردم ایران در واقع از این رژیم عبور کردن و اون ایران آینده‌ای رو که شما بهش اشاره کردید شاهدش خواهیم بود؟ فرزام عزیز، از چند زاویه شما به یک موضوع نگاه کردید و اینی که کی خواهد شد، من نه کسی دیگری به دقت نخواهد گفت، نمیشه گفت که چه زمانی، اما اون چیزی که میشه به دقت گفت، چون این نظامی نمیتونه نظام پایداری باشه. بسیار روشنم هست از آغاز به زمانهای شما اشاره کردید، از دوران محمد خاتمی، از آغاز انقلاب. شما ببینید از سالی که انقلاب پیروز شد و روحانیت شیعه در ایران به قدرت رسید تا به امروز، اونچه که پایگاه مردمی حکومت نامیده میشه، روز نخست چه بوده، امروز روز چه هست. هر دیکتاتوری به چند عامل هست که حکومت میکنه. یکی از اون عوامل که بسیارم عمده هستن و همه دیکتاتوری ها، سرکوب و شکنجه هست. مشکل حکومت ایران یا آنچه که نظام هست، هر اسمی بهش بدید، برای من مشکل واقعا اسم مشخصی به این مجموعه بدن، این هستش که با تنها عاملی که داره حکومت میکنه، همین شکنجه و گرفتن و زندان و اعدام رو بگیره ببنده. این مجموعه از روزی که به قدرت رسید برنامه خودش رو اعلام کرد. برنامه این حکومت این نبود، به لفظ و وعده آقای خمینی گفت، اما این نبود که اقتصاد ایران رو بالنده تر پیش ببره. گفت صراحتن اقتصاد مال چهار پایانه. برنامه انقلاب این بود که ما اسلام رو در ایران پیاده کنیم و انقلاب رو صادر کنیم، و این دو کار عمده رو تا همین امروز در میون دنیا گرفتار کرونا هست، در ایران بگیر و ببندها ادامه داره. مریم سامبانی رو به زندان خواستن که چون عقاید و افکار سیاسی داره برای بهبود آینده ایران، دختر نازنین ایرانی. همایون پرهیزکار رو به زندان خواستن برای همین، در همین شرایط. علی خردگرا در زندان چون استاد وسط میدون و گفت شما مملکت رو خراب کردید، بذارید بریم. بسیار دیگه در زندان هستن. خانم فاطمه سپهری مدرس قرآن رو به زندان انداختن، کسانی که خطبه خوانی زینب رو، دختر امام شیعیان حضرت زینب رو، بر منبر بارها گفتن در بارگاه یزید. اما آقای خامنه ای نمیتونه حرف آقای خانم فاطمه سپهری و آقای سپهری رو تحمل کنه. خب ببینید، این حکومت برنامه خودش رو داره اجرا میکنه، اما این برنامه دیگه اون برنامه نیست، اون زمان خمینی نیست، این پایگاه وجود نداره. یکی این هست، و دو، در زمانی که اینها به قدرت رسیدن، کسی سر دشمنی با انقلابیون ایران نداشت. حتی در آمریکا، در شوروی اون زمان، در کشورهای منطقه و همه آمدن و گفتن
اهلا و سهلا دخول معرب. ولی شما الان ببینید در اطراف ایران هم از اسرائیل و عراق که عملا از با داشتن دشمن مشترکی مثل جمهوری اسلامی خب میبینیم به هم نزدیکتر شدن، نزدیک شدن که بسیار قدم خوبی است، و بقیه جاها و کارهایی که کرده. یعنی توان یک حکومت نمیتونه فقط با ضرب و شتم و گرفتن و بستن و اینها حکومت کنه و بقیه امور بگه مسائل من نیست. حتی شوروی به هر حال با هزار و یک عیبی که داشت، تنها تکه‌گاهش سیبری و اینها نبود، کارهای دیگه هم انجام میداد، به هر حال در زمینه دانشگاهی، در زمینه علوم و بقیه مسائل اینها بود. شما الان در ایران خودی و غیر خودی دارید. بهایان ایران حق رفتن مدرسه ندارن، یهودیان ایران بسیاری از حقوق خودشون از دست دادن، زرتشتی ها همینطور، مسیحی ها همینطور، اهل سنت همینطور، همه اینها هست. بنابراین این حکومت در خودش اون انرژی ادامه رو نداره و نتونسته تولید کنه و نمیشد تولید کنه. اونی که از بین خواهد رفت بدون هیچ تردید، در چه مدت؟ قطعا طولانی تر از 41 سال قطعا نیست، و طولانی تر از من نمیدونم چه زمانی، ممکن همین هفته آینده باشه، ممکن سال آینده، ممکن مدت دیگه، ولی اون چه که قطعی هست ماندگاری این حکومت. حکومت ها با زندان هاشون نمیتونن بمونن، نخواهند. و اون چه که بعد از این حکومت پیش میاد فرق اساسی داره با نسل های انقلابی. برای ایرانیان، نسل جوان ایران، وطن معنی بسیار عمیقی پیدا کرد. برای ایرانی ها، نسل جوان ایران، همزیستی با همسایگان و ملت های دیگه، دوستی با ملت های دیگه، بسیار بسیار معنی عمیق و مثبتی پیدا کرد. همه اینها هست. برای ایرانی ها، هم از نسل متولد ایرانی تبارهایی که در آمریکا هستند و در جای جای دیگه، وطن بسیار مهمه، مثل خود شما که در اروپا و جاهای دیگه هستید. دلبستگی به وطن بسیار عمیق‌تر از هم نسلان بنده است. در اون زمان ما بیشتر نسل انقلابی، هر که در انقلاب بود البته، بیشتر به مسائل دیگه، چریکای توپاماروها رو هم قصهشون رو میخوردیم که الان کسی نمیدونه کجا هستن. ولی این خودش یک نیروی سازنده هست، همونطور که نیروی ملت یهود بعد از سالیان، بعد از قرنها دوری از سرزمین اصلی خودشون اسرائیل، این نیرو باعث سازندگی کشور اسرائیل شد پس از قرنها و قرنها. من این زمان رو، 41 سال رو چنین میبینم، بازگشت حس و انرژی وطن خواهی نسل جوان که میتونه سازنده ایران آینده باشه. از دیدگاه شما چقدر نبود یک آلترناتیو و جایگزین برای رژیم اسلامی میتونه در ماندگاری اون تأثیر بگذاره و به طوری که جامعه جهانی به این فکر بکنه که خب آلترناتیوی برای این رژیم وجود نداره و بهتره که همین رژیم بر سر قدرت بمونه؟ این نبود آلترناتیو از دیدگاه شما چقدر به ماندگاری رژیم کمک میکنه؟ دنیا عملا یک پارچه نیست، فرزام عزیز، دیدگاه های مختلفی هست. و بعد مسئله اپوزیسیون اینطور نیست که بسیار این حرف میزنن که شما قطعا حق دارید که این نظام در یا هر چی که در ایران هست، بنابراین باید یک اپوزیسیون با برنامه مشخص براش باشه که بره جای اینو بگیره. اینطور نیست. این نگاه و این دید در واقع برمیگرده به کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که صاحب به اصطلاح آزادی هستن، کشورهایی که رأی مردم موثره. در همین آمریکا الان چند ماه مونده به انتخابات، آقای بایدن هست، حزب دموکرات هست، پرزیدنت ترامپ هست، حزب جمهوری خواه به هر حال. خب میگم برنامه کدوم بهتره با وضعیت اقتصادی، با وضعیت این اون، بریم به این رأی بدیم یا به اون رأی بدیم. اپوزیسیون آقای ترامپ الان بایدن، حزب دموکراتی. در اسرائیل هم همینطوره.
احزاب مختلف هست، حزب لیکود هست و بقیه احزاب، برنامه ها ارائه میشه به دولت ائتلافی میرسه یا نمیرسه. ولی در ایران مسئله شکل دیگری داره، کشورهای دموکراتیک ما در اسطوره هامون داریم که همیشه اونچه که در ایران هست اپوزیسیون یعنی مخالفت با اونچه که بر سر قدرت هست، این به اصطلاح در جهت مردم که نیست، ظالمی است که در اون بالا حکومت می‌کنه. ما اپوزیسیون از درون مردم آمده، از کاوه آهنگر بگیرین در اسطوره های ما تا بیایم به دنیای معاصر برسیم. بنابراین همین الان اپوزیسیون ایران من بخوام اشاره بکنم، بله در حال تولد هست و برومندها، قهرمانان، بزرگانی مثل علی خردگرا، مثل مریم سامقانی، مثل فاطمه سپری و بسیاری دیگه از جوانان ایرانی در حال چک دادن به اپوزیسیون آینده هستند. نیروی خاموشی هست که هر از چندگاه به فرصت میابه به خیابون میاد. دیدید شما آبان ماه سال گذشته رو دیدیم، این اپوزیسیون این حکومته. بگذاریم از اینکه چون این حکومتی اپوزیسیونش هر کسی میتونه باشه، این شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس اپوزیسیونش از کسی من شنیدم حرف قابل تأمل میزد، شما هر کسی رو از تو خیابون بیارید بذارید جای ایشون باز همین کارا رو میتونه بکنه یا همین کارا رو نمیتونه بکنه که ایشون هم نمیکنه. یک همچین حکومت و مردم ایران در همون منطقه شما ببینید حکومت های افتادن مثل تونس و بالاخره از درونش کسانی اومد. اروپای شرقی رو نگاه کنید، از درون مردم آمده. حالا لخ والسا در لهستان بر اریکه سندیکاها آمد، ولی به هر حال در درون مردم این نیرو هست و این ساماندهی هست و اپوزیسیونی که بتونه قدرت سیاسی رو در دست بگیره زمینه ساز این باشه که یک برنامه ریزی بکنه و مورد توافق همه اکثریت مردم برای برداشتن ایران از این گلی که قطار ایران در اون نشسته، بازگردوندنش به ریل رو به آینده، ریلی که بر اون بود، اگر اشکالاتی داشت، کوپه ای واگنی خراب بود، بخشی از ریل زنگ زده بود، ولی رو به آینده بود. مسئله این انقلاب این قطار رو از اون ریل برداشته و گذاشته در گل و خاک و متوقف شده. این نیرو رو من شخصا امیدوار هستم که در ایران چون این نیروی هست، ایرانیان، جوانان ایران شایستگی و توانایی و قدرت این رو دارند که در گام های بعدی تشکل و تشکل های رو تشکیل بدن که اساس و بنیاد اونچه بشه که شما به عنوان اپوزیسیون ازش نام میبرید و برای در دست گرفتن سرنوشت کشور خودشون و نسل خودشون و نسل‌های آینده. ایران یک کشور چند قومیتی است که اقوام ایرانی در طول هزاره‌ها در کنار یکدیگر زندگی کردند و تا به امروز یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران حفظ شده. اما در طول سال‌های گذشته گروه‌هایی در میان اپوزیسیون بودند که خودشون رو نماینده اقوام ایرانی اعلام کردند و اعلام می‌کنند که در ایران آینده باید اداره کشور به صورت فدرالی باشه که حق و حقوق این اقوام ایرانی در اون حفظ بشه. از دیدگاه شما چقدر اساساً این سیستم فدرالی میتونه برای ایران مفید باشه و کارساز باشه برای کشوری مانند ایران که گفتم در طول هزاره‌ها اون یک بارچگی و تمامیت ارضیش حفظ شده؟ ببینید خود شما اشاره کردن کسانی هستن که خودشون رو نماینده اقوام میدونن که خب این کارو میکنن، بله هستن. گروهی هستن که حالا از کجا آمدن، چه سابقه ای دارن، سابقه عمل کرده تروریستی حتی برخی از این گروه ها دارن و میان عمل کرده تروریستی، من به این معنی میگم که افرادی رو که در جنگی نبودن کشتن، به هر حال اینها آمدن و خودشون نمایندگی زمانی میتونن حرف بزنن. ما وقتی مثلا صحبت میکنیم از ایرلندی ها، ارتش آزادی بخش ایرلندی ها، هر چه که از میبینیم
اکثریتی دارن یا یک نمایندگی دارن، این جاهایی ثابت شده یا نشده، یا جاهای دیگه، چریکای باسک یا مثلا جاهای دیگه. برحال ولی این نماینده جایی نیستن، این نمایندگی ثابت نشده که ایرانیان عرب تبار یا مثلا کردهای نازنین ایران یا بلوچهای گرامی ایران، همه اینها که رنگین کمان ملت ایران رو تشکیل میدن، اینا نماینده کی هستن، کی هستن، چقدر. و یکی اینه. و دوم اینها، بسیاری از اینها واقعا من به صراحت بگم که مفاهیمی مثل ملت و قوم رو درست نمیدونن. ببینید، اسم نهادن حل مسئله نیست، به مشکلات افزودنه. یک زمانی خلق میگفتن و امروز ملیت، و نشستن و وقت صرف این بیهوده گویی ها کردن، سمینارها تشکیل دادن، نشستهایی تشکیل دادن که زبان مادری چگونه باید باشه، چگونه نباید باشه. اینها جز وقت تلف کردن نیست. بدون تردید همه مردم ایران دارای حقوق مساوی هستند، در هر نظامی باید این باشه. و در حال حاضر باز اینجا من به صراحت بگم، این حکومتی در ایران بر سر کاری که خودی و غیر خودی است. شما با این حکومت باشید، کرد باشید، لور بختیاری باشید، ترکمن باشید، بلوچ باشید، فرق نمی‌کنه. وفادار باشید به ولی فقیه، سنی باشید، شیعه باشید، لامذهب باشید، هر چی کسی وفادار سرسپرده ولی فقیه باشید، میتونید از شمخانی عرب ایرانی باشید تا محسن رضایی بختیاری باشید تا اون یکی رحیمی کرد باشید یا بقیه، فرق نمی‌کنه. در مسجد سلیمان، شهر من، مرکز نفت، اولین نفت خاورمیانه، الان هموطنان عرب تبار من، کرد من، بختیاری، به یک میزان در فقر به سر میبرن، مانند کودکان بلوچ. بچه های مسجد سلیمان هم در آغل گوسفند دارن درس میکنن. ببینید، اینها راه حل نیست. و بعدش هم فدرالیسم، تصور غلطی که وجود داره. فدرالیسم این نیستش که یک کشوری وجود داره بعد اومدن تبدیل کردن به یک نظام فدرالی، اینطور نیست. مناطق کوچکی بوده، کشورهای کوچکی بوده، یا مثل همین آمریکا ایالت‌های مختلفی بوده، اومدن تجمع شدن یک شکلی، همون آلمان فدرال مثلا، یا سوئیس که مثال می‌زنم. سوئیسی اول وجود نداشته که بعد بر اساس زبان و قومیت اومده باشن بگن حالا ما فدرال هستیم. یک کنفدراسیون یا فدرالیسم بعداً به وجود اومده از پیوستن اینها به هم دیگه. بنابراین در ایران آینده حق همه هست که بدون تبعیض مذهب، بدون تبعیض قومیت، بدون تبعیض رنگ پوست، همه حقوق مساوی داشته باشن، تبعیض جنسیتی نباشه، زن، مرد، هر کی که هست، کرد، بلوچ، فارس، که شما اگر این اقوام رو بخواید تفکیک کنید از هم، من نمیدونم فارس ها که هستن که بسیاری از این کمسوادان نازنین که میگن مورد ظلم فارس هستن اقوام، چون این نیست. بسیاری از سلسله های ایرانی ترک میدن. اگر بخوایم وارد این مباحث به اصطلاح وقت تلف کن بشیم، و همین الان خب بسیاری از مسائل در همین ردیف مطرح است. برحال برگردیم به پرسش شما و اینکه برای در آینده باید چنین وضعیتی باشه و یک ایرانی که اقوام مختلفی وجود داره، و من امیدوارم این کسانی که خودشون رو خودخواسته و خودخوانده نماینده اقوام میدونن، من نمیدونم مثلا این اعتبار رو از کجا آوردن، این نمایندگی رو از کجا به اونها تفویض شده، عامل دست این و اون و سیاست های دیگه قرار نگیرن که به هر حال علیه منافع ملی مردم ایران عمل کنن، هم از کرد، هم از بلوچ، هم از ترک، هم از فارس و هر چه که هستن. ایران سرزمین همه است و سرزمین همه خواهد ماند،
و چون این سخنانی تنها و تنها یاری رسوندن به ادامه حکومتی هست که با همه اقوام ایرانی و با مردم ایران در مجموع سر ستیز داره، غیر با خودی های بهرمند از قارتی که میبینیم در ایران جریان داشته. به عنوان پرسش آخر از خدمت شما جناب چالنگی، شما نسل 57 رو مقایسه کردید با نسل جوان امروزی ایران که بیش از نسل 57 از فرهنگ و تمدن ایرانی آگاهی دارند و افتخار میکنند به ایرانی بودن خودشون. از دیدگاه شما چه اتفاقی افتاده که نسل امروز، نسل جوان، با وجود اینکه در فضای جمهوری اسلامی زندگی کردند و پرورش یافتند، بیش از نسل‌های گذشته به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنند و آگاهی دارند از اون فرهنگ و تمدنی که داشتن در گذشته، و اینکه این نسل چقدر میتونه با این آگاهی و داشته‌ها و افتخاری که به داشته‌های خودش میکنه در آینده ایران مثمر ثمر باشه و میتونه ایران آینده رو بسازه؟ از دیدگاه شما. سعدی یک حرفی داره که زده بارها، من استفاده کردم، سعدی بارها نزده، یک بار زده، من این حرف رو بارها استفاده کردم، این که او به وطن گرچه عزیز است ولی نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. خب همین هست، یعنی مثلا واقعا جوانان ایرانی در ایران خیلی مورد ظلم قرار گرفتن، نسل جوان ایرانی ناچار آواره شدن. سعدی اگر این حرف رو زد، روانه کشورهای دیگه شد، در حلب، همین سوریه فعلی که بعدها سوریه نامیده شده، همین منطقه، سعدی رو به گفته خودش به کار گل واداشتن، یعنی کار کارگری ساختمان میکرد و کارهای دیگه، و جهان رو گشت و دستاوردهای گنجینه‌ای هم آورد با خودش. ولی یا مثلا این کسانی مانند برتولت برشت در قرن بیستم از آلمان هیتلری ترک کرد و به جاهای دیگه رفت، بگذاریم که میدونیم چه جنایاتی هم در آلمان هیتلری شد که بر تاریخ بشریت همچنان آگاه و اشراف داره. به هر حال کارهایی که هیتلر کرد در دوران اون، از این که بگذاریم، جوانان ایرانی در وطن خودشون آیندهشون ازشون گرفته شد، مگر اینکه جوانانی که اومدن در دایره حکومت سرسپرده آموزش و تربیت حکومت فقیه شدن که آمادن برن و هموطنان خودشون رو حتی شلیک کنن به اونها، که دیدیم نمونه باش. این برش هم هست، تعداد معدودی از این جوانان به اردوگاه ولایت پیوستن، ولایت به معنی آقای خامنه‌ای، ولی اکثریت جوانان معنی وطن رو، معنی خیلی چیزهایی رو که برای نسل ما چندون لازم نبود بهش فکر کنیم، چندون لازم نبود امنیت یا مسائل دیگه یا آینده‌ای که داریم. بسیاری از جوانان ایرانی در زمان ما وقت در خارج تحصیل میکردن، میگم انتقادها به جای خود هست، ولی انتقاد در حد اصلاح، لزوم اصلاحاتی در زمینه‌هایی. در خارج از ایران تحصیلات، چه اروپا چه آمریکا، باز میگشتن به وطن خودشون چون آینده بهتری رو در کشور خودشون میدیدن. این بود. ولی الان درسته که بیرون از ایران آینده بهتری دارن، ولی معنی وطن هم براشون بسیار مهم شده. چرا من ناچار باشم خارج از کشور خودم؟ جوان این پرسش در برابرشه وقتی که در آبهای اقیانوس رو به استرالیا سرگردان و جونش در دست امواج دریاست، بدون تردید به این موضوعات حتما فکر میکنه. چرا سر از اینجا در بود؟ وطن در همون امواج هست که و جاهای دیگه برای جوانان ایرانی که ناچار به ترک وطنشون شدن، برای جوانان ایرانی که در خود وطنشون غریبه و بیگانه شدن، معنی عمیقی پیدا کرده. نسل ما چون که به فکر افکار سیاسی بودیم، به فکر آباد کردن بقیه جاها بودیم، گفتم از آرژانتین گرفته چریکای توپاماروها تا بقیه جاها، ولی امروز روز بیشتر به فکر آباد کردن منزل خیش هست، منزلی که آینده داشته باشیم. نسل جوان اینطور به نظر من، یا اونطور که میبینم، واقعا علی خردگرا، عزیزانی که من اسم بردم، هزاران هزار جوان ایرانی که به زندان رفتن
چند هزار جوان ایرانی که در حال حاضر در زندان هستند، این همیشه جوانان شایسته ایرانی که در کشورهای دیگه به مقامات بالایی رسیدن، من تردید ندارم که دلبستگیشون به وطنشون و آبادی وطنشون خیلی از نظر کمی و کیفی، به صراحت من در برابر دوربین شما میگم، بیشتر و عمیق‌تر از هم نسلان من هست یا از بیشتر هم نسلان من. سپاس از شما جناب چالنگی گرامی برای وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و بسیار مفتخر بودم که امروز در این برنامه در خدمت شما بودم و همینجا میخوام از شما قول بگیرم که باز هم در برنامه‌های آینده با موضوعات دیگری در خدمت شما باشیم. با سپاس از شما و خوشحال خواهم شد هر زمانی که از طریق برنامه شما رادیو پیام اسرائیل عزیز، رادیو پیامی که تونست در مدت کوتاهی جایگاه ویژه خودش رو پیدا کنه، با شنوندگان و بینندگان در ارتباط باشه.